اگرچه تصمیم گیرنده اصلی در موضوع مذاکرات وین شخص خامنه‌ای و شورای عالی امنیت اوست، اما در همین مدتی که از شروع دولت آخوند رئیسی می‌گذرد، شاهد سه پیام منفی در رابطه با پیشبرد مذاکرات هستیم. اول اینکه قرار بود مذاکرات از سپتامبر آغاز شود، اما امیر عبداللهیان گفت بعد از استقرار دولت، یعنی از اواخر نوامبر، مذاکرات را شروع می‌کنیم. عقب انداختن مذاکرات در حالی که رژیم اورانیوم 20% و 60% تولید می‌کند و آبشارهای جدید سانتریفوژ راه می‌اندازد، طبعاً خوشایند طرف‌های مقابل نیست. پیام دوم، انتصاب پاسداری به نام محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی است. انتصاب اسلامی یعنی شتاب گرفتن رژیم به سمت ساخت بمب. سومین نکته قابل توجه هم سخنرانی خامنه‌ای در دیدار با دولت رئیسی بود که گفت دولت بایدن فرقی با دولت ترامپ ندارد و بایدن هم گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد آماده گزینه‌های دیگر هستیم. این سیگنال‌های منفی آینده مذاکرات را در حاله‌ای از ابهام قرار داده است.